نورعلی برومند ردیف سنتور را از حبیب سمایی فرا گرفت. شیوه سنتور نوازی برومند همان شیوه حبیب سمایی بود. با اینکه در اواخر عمر به علت نابینایی دیگر سنتور نمی زد، اما به ردیف ها و تمام رموز سنتور آگاهی داشت و در تعلیم این ساز با دقت و حوصله تمام ظرایف و ریزکاری ها را به شاگردان می آموخت. برومند گاهی که شوق و ذوقی برای نواختن سنتور پیدا می کرد چند جمله‌ای می نواخت، ولی همیشه نگران بود که مضراب ها به جای خود روی سیم هایی که نمی دید اشتباهی فرود نیاید. به قطعه‌ای از سنتور برومند که در این شرایط نواخته گوش کنید. برومند روحی کنجکاو و پژوهشگر و در تشخیص اصالت هنر استعدادی خاص داشت و از همین رو بود که دست به کار تهیه و تدوین ردیف موسیقی ایرانی زد. برومند می دید که پس از میرزا عبدالله و درویش خان ردیف های موجود دچار بی‌نظمی و آشفتگی شده و روایت ها مختلف است. پس از مشورت با چند تن از استادان دریافت تنها کسی که ردیف‌های میرزا عبدالله و درویش خان را محفوظ می‌دارد اسماعیل قهرمانی است که از شاگردان ممتاز میرزا عبدالله بود. نورعلی برومند سالها برای ضبط و تدوین و تنظیم ردیف میرزا عبدالله به روایت اسماعیل قهرمانی زحمت کشید و دوره کامل آن را با تار نواخت و ضبط کرد که بر ردیف برومند مشهور است و در سال 1370 انتشار یافته است. نورعلی برومند در سال 1344 به دعوت دانشگاه تهران به تدریس موسیقی سنتی ایران در دانشکده هنرهای زیبا پرداخت و به این ترتیب رابطی شد بین استادان و موسیقیدانانی چون حبیب سمایی، حسین طاهرزاده، اسماعیل قهرمانی، درویش خان، عبدالله دوامی، موسی معروفی، یوسف فروتن و ابوالحسن سبا. طی 12 سال تدریس برومند در دانشکده هنرهای زیبا آهنگسازان، نوازندگان و خوانندگان بسیاری زیر نظر او فارغ التحصیل شدند. به یکی از رنگهای برومند در دستگاه ماهور توجه کنید. Thank you.
نورعلی برومند علاوه بر ردیف سازی، ردیف آوازی را نیز از روی سبک استاد طاهرزاده تدوین و تنظیم کرد و به شاگردانش آموخت. به این نقش آموزشی بسیار مهمی در تداوم موسیقی ایرانی داشت. نورعلی برومند به کار آموزش موسیقی ایرانی اعتقادی راسخ داشت و به همین اعتقاد بود که در آخرین سال حیات خود ریاست هیئت داوران آزمون باربد را به عهده گرفت. برومند در روز 30 دی ماه سال 1355 در 70 سالگی چشم از جهان فروپوشید و گنجینه ای از هنر و دانش موسیقی در میان درد و دریغ دوستدارانش در باغ ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. روانش شاد و یادش گرامی باد.